گزارش اختصاصی از سراح آدران. سرمای صبح سراح آدران در آتش و دود و گرمای جمعیتی که شعار می‌دادند محو شد. می‌خواستیم از قلمیر به سمت اسلامشهر و تهران حرکت کنیم. اولین ایستگاه سلطان آباد، بعد گلستان بود. مشغول شعار بودیم که خبر رسید سر گلستان مردم یه بانک و فروشگاه سپاه رو آتیش زدن. جلوتر که رفتیم با مزدوران ترسوی بسیجی که با لباس شخصی اومده بودن درگیر شدیم. با هماهنگی دوستامون تو سبزدشت و گلستان جاده ها رو بستیم و محاصره شون کردیم. خیلی ترسیده بودن. گفتن از اصفهان اومدیم. معلوم شد بسیجی های اصفهان رو آوردن تهران، از جاهای دیگه هم بردن اصفهان. رژیم با این کار میخواست هم نیروها شناسایی نشن، هم تحت فرمان باشن و راحت به سمت مردم شلیک کنن. روز بعد مزدورا وحشی شدن. تو بهارستان سمت ربات کریم مستقیم به سمت مردم شلیک می کردن. من خودم از نزدیک شاهد قتل 5 نفر بودم که مردم با نیسان بردنشون. با این حال متوقف نشدیم. یه نونوا و یه افغانی هم شهید شدن. سر گلستان از سمت پلیس فتا دوباره به مردم تیراندازی کردند که یه پیرزن و یه جوون همونجا تیر خوردن. شعار میکشم اون که برادرم کشت بلند شد. فقط تو منطقه کوچیک بهارستان بیش از 50 نفر رو کشتن و خیلی ها هم مجروح شدن. وضعیت مجروحان خیلی دردناکه، چون تو بیمارستان پاسدارا کمین گذاشته بودن. مجروحان مجبور بودن با بدن زخمی برن خونه، اما روحیه مجروحان و خانواده ها خیلی خوبه. میگن کارشون دیگه تمومه.